دست خالی خونه رو میسازه. آرزوهای خودت چی بود بچگی ها؟ من پدر مادرم خیلی سنم کم بود، مثلا نزدیک به یک سالم بود از هم جدا شدن. بعد خب آرزوی به نظر من بچه هایی که کوچیکن و بچه هایی که مثلا پدر مادرشون از هم جدا میشه، بزرگترین آرزوی اون کانونه است، اون کانون خانواده است که با هم باشن. آرزوی بچگی خب همه همینه دیگه، مثلا یکی دوست داره دوچرخه داشته باشه، یکی دوست داره، حالا زمان کوچولوهای ما پلی استیشن و اینا که وجود نداشت. من تو یه دوره‌ای خیلی دوست داشتم این کانون خانواده دوباره برگرده. تا چند سالگی بهش فکر می‌کردی به این اتفاق؟ تا فکر کنم 6-7 سالگی. بعد تو پیش بابا بودی یا ماما؟ پیش ماما. پیش ماما. یعنی ما همگی پیش ماما. همگی. اولین باری که دلت واسه بابا تنگ شد یادته؟ دوست داشتی باشه؟ آره، یه زورگویی شد بهم که به مثلا سن مثلا 4 سالگی 5 سالگی یک رفتار زورگویی و یه حرفای پر از قدرت بود توش که همه بچه ها دوست دارن پدرشون باشه دیگه. اون لحظه اون موقع خیلی بیشتر از همه احساسش کرد. به چی فکر میکردی اون لحظه؟ که اگه بود مثلا جواب این آدمو میداد یا مثلا میزد تو گوشش. بالاخره تفکر بچگونه است دیگه، همه بچه‌ها تو سن ما از پدرشون یه بار پرسیدن بروسلی میزنه یا فردین و گریه کردی اون موقع؟ آره فکر کنم من کلا گریه کم میکنم، یا اگه بکنم هم تو خلوت میکنم، یعنی کسی نمیبینه. اینو از بچگیم هم داشتم، کلا آدم تو این زمینه مغروره. ترکیب خواهر برادری چی جوری بود؟ 3-1. سه تا پسر یه دونه یه خواهر. تو بچه چند تا بودی؟ آخر. خب پس اماد شما 4 تا بچه بودین. آره، با ماما برادر یه خواهر. خب و احتمالاً مادر بعد کار میکردن واسه اینکه زندگی بگذره. نه، یه مقداری پس انداز داشتن، یه مقداری هم خب برادر بزرگ من علی رضا خیلی فاصله سنی داره با من. چند سال؟ 15 سال. 14 سال. آها، پس اون موقع نزدیک 19-20 سالش بوده. آره، اونا کار میکردن. بعد حمید یه خورده بزرگتر شد، حمید رفت توی چرخه کار اجتماعی. بله. بعد دیگه من بزرگ شدم، من اضافه شدم. خواهرم هم که خیلی سنمون کم بود ازدواج کرد و آخه از ایران رفت. آها، یه فکر کنم 20 خورده‌ای سالی هستش که نزدیک 30 سالی که اصلا ایران نیست. من خیلی نمیخوام فضولی بکنم باید. چون میدونم تو هم خیلی یعنی خیلی تو این چیزات حساسی. امیدوارم که اگه گفتم دیگه نه، امیدوارم که دوباره تا بعد از اون زنگ نزنی دیگه درش بیاد. نه اینا چیزای خوبیه. اینا در مورد آرزوی بچگی و آرزوی آره. همه بچه ها آرزو دارم. میدونم که عرفان بود اسمش. بله، عرفان. عرفان یکی از آرزوهاش دوچرخه است. بله، یعنی یکی آرزوهای خودت هم بوده؟ آره 100%. من پدرم توی سنی که خیلی کم سنم کم بود ورشکسته شد، گفتم توی مسابقه. بله، یادتونه دیگه؟ نه. بله بله. بعد خب توی یه دوره‌ای سخت بود، یه سری فراهم کردن خواسته های من یا حالا خواسته های بقیه از خانواده. پسرام کلن نظر من تو جامعه ما مخصوصا تو بچگی خیلی مظلوم تر واقع میشه واسه شون همه چی تا دخترها. بله، یعنی حداقل این که به خواسته دل دخترها بیشتر تو کودکی راه میان خانواده ها. همیشه یه لطافتی رو براشون قائل میشن که واسه پسران کمتره. درسته؟ آره دقیقا. پس تو یه دوچرخه دوست داشتی که اتفاق افتاد یا نیفتاد؟ آره آره. و دیگه چیا دلت میخواست داشته باشی؟ سن بزرگتر. آره. تو اون سن اساسا کلا من هر چیزی رو که میخوام تو همون لحظه به دست نمیارم، ولی میارم. اینجوری نیستش که به دست نیارمش، واسه زمان داره. 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه، 6 ماه، 1 سال.
ولی بالاخره اتفاق میفته. آره میفته. آخه اصلا کلا یه انرژی کارمای دیگه تو خودت، چیزی رو که میخوای، بله، چیزی رو که صداش کنی بهت برمیگرده. اگه الان مثلا تو قدرت اینو داشته باشی که بگی عجیمجی یا ترجی همین الان یه اتفاق بیفته، یه آرزوی همین لحظت بخواد محقق بشه، چیه اون آرزوه؟ بزرگ یه دونه نیست. حالا شما یکیش یه دونه میتونیم انتخاب بکنیم دیگه. اگه بزرگترین آرزوی منو میخوای این که هیچ بچه‌ای بدون هیچ علت، با هیچ علت بدی گریه نکنه، یعنی نهایت گریه بچه این باشه که باباش داره میره سر کار و اون دلش تنگ میشه میگه مثلا نرو، بله، یا مثلا مادرش داره میره تا فلانجا به خاطر این گریه کنه. یعنی هیچ جنگ، جنگ باشه ها، باشه اصلا به من مربوط، برای آدم بزرگا باشه، بچه‌ها آسیب نبینن، آسیب نبینن. یا هیچ بچه‌ای تو فرق نباشه، این بزرگترین آرزوی منه. اینو واقعی دارم میگم، بزرگترین آرزوی قلبی من این که بچه‌ای مجبور نباشه خیلی اتفاقاتو تحمل کنه، حداقل تو بچگی. شده واسه ساتیار چیزی، یعنی ساتیار چیزی لازم داشته باشه یا دلت بخواد واسش بخری پول نداشته باشی؟ نه، همیشه پول داشتی. نداشته باشم هم جور میکنم، کاری نداره. یعنی به خاطر ساتیار دیگه. آره دیگه، خدا برکت بده، هم نزول خور زیاده هم رفیق قرض بده. قشنگ خدا برکت بده. جدی شده نزول کنی واسه مثلا یک چیزی؟ پول نزول کردم تا حالا. آره، ولی واسه ساتیار خواسته، راجب ساتیار دارم. نزول نکردم، یعنی یه قرضی گرفتم و ازش خواستم که بابت اون قرضه سودی هم بگیره، سودی رو بهش بدم، ولی یه جوری که مثلا دیگه انقدری حروم نباشه که مثلا آره حالت شهریش خارج بشه. ولی اینم اگزاجره و فیلم و اینا نیست، واقعا به این موضوع اعتقاد دارم. آره، دقیقاً قشنگ. ولی ساتیار خوب خیلی بچه هست، هنوز به اونجا نرسیده که خواسته خارق العاده ای داشته باشه. خواستهاش آره، کوچیکه. خواستهاش فقطش بلند میشه دیگه. آره قطعا. خودت دلت میخواد واسه ساتیار چیکار کنی؟ من دوست دارم ساتیار اولین کاری که واسش میکنم بتونم یه انسان خوب تربیتش کنم، یه آدم خوب باشه. فقط اسم انسان بودن و آدم بودن رو یدک نکشه، یعنی حداقلش اینه که روزی به خوب بودنش همه ایمان داشته باشن. حالا ثروت و افتخار و مشهوریت و اینا چیزاییه که باید ببینیم خودش توانشو داره، توانشو داره، میخواد یا قابلیت اینو داره که ما آدم موفقی معروفی باشه. امیدوارم که به منفوریت مثل خیلی از دوستای الانمون معروف نباشه. یعنی تو داری از الان فکر میکنی که ساتیار یه آدمی بشه که یه شغلی بره، یه حرفه‌ای که به شهرت برسه و نه، من به عهده خودش میذارم، زندگی شخصیشه. من هیچ کس به هم نگفت خواننده بشی، بله، مشهور میشی یا موفق میشی. تا یه سنی هم که همه اصرار میکردم، گفتن اگه باید درس بخونی مثلا، این ها شغل نیست. اکثر خانواده ها اینجوری هستن دقیقا. بله، ساتیار حالا خدا رو صد هزار مرتبه شد، شانسی که داره اینه که یه پدر خیلی باحال و مهربون بالا سرشه و حواس شیشتون به اون جمع. متاسفانه این اتفاق برای تو حداقل توی بازه از زمانی تو زندگیتون نیفتاد. میخوام بپرسم که اگه پدر شما بود، اون اتفاق تلخ تو زندگی شما نمیافتاد، چقدر فرق میکنه حال روز زندگی عماد طالبزاده؟ اصلا چقدر میتونه تأثیر داشته باشه حضور پدر و مادر همزمان توی زندگی بچه ها؟ و اینم من بپرسم، این که هر چند وقت یه بار بابا رو میدیدی؟ تایم درست اول از آخری سوال. آره، میکنیم تایم درستی که نداشت، یعنی خب بالاخره میدیدیم هم دیگر، هنوز هم میبینیم پدر من. بله، خیلی هم برای من عزیزه. تأثیرشو نمیتونم من بگم، شاید اگه ما
بابات ثابت بود و خیلی مستحکم و محکم میتونست یه تکیگاه خیلی قوی علاز اقتصادی و علاز شرایط خانوادگی باشه با همون، شاید من یه پسر خیلی لوس، خیلی راحت طلب، فقط اهل تفریح باشه و اهل تفریح هستم و زیاد، ولی اینجوری نیستش که دیگه کلن زندگی من میشدم یه آدم راحت طلب بیمسئولیت. شاید اینجوری بود، شایدم نه، شایدم کاراکتر شخصیتیم همین میموند و یه سری اتفاقات خیلی بزرگتر رو میتونستم رقم بزنم. این من همیشه دوستشم خلبان بشم، من میشم یه روزی واقعا؟ آره، نه مثل فوتبالیست شدن اینا چیز واقعیه. تیکه به تتلو بود اینا ما میره تیم ملی روسیه بیچاره میشیم. آیا من کی گفتم؟ نه واقعی دارم میگم، حالا این خلبان شدن خصوصا چیز سنی خاصی نداره، محدودیت نداره، داره تا یه حدی دیگه. حالا 20 سال مونده تا به اون سقفش برسیم که نشه دیگه خلبان شد، ولی خیلی دوست دارم این شغل رو. ولی تو قصد نداری که ساتیر رو لوس بار بیاری؟ چون میگه اگه بابا بود شاید من اونجوری میشه لوسش با لوس داره میشه دیگه. ببین نه، ساتیر کاملا یه پسر شخصیت داره، یه کاراکتر شخصیتی داره، یه پسر همون چیزی که دوست دارم دارم بارش میارم، یه پسر قد مغرور محکم نترس از چیزی و یه آدم با وجود. دوست دارم اینجوری بار بیاد و داره این اتفاق میفته، یعنی کاملا یه پسر که از الان به خیلی چیزاش اهمیت میده، دوست داره تیپ خوب بزنه، دوست داره اتکلم بزنه. حتما باباش رفته دیگه. نه باباش خوش تیپ نیست، ولی خوبه، خیلی به این چیزاش اهمیت میده، خودش میاد به میگه برام اتکلم بزن. یا آفری، الان چند سالشه ما؟ 2 سال و آخه بوده این هفتش ماشاءالله. بعد عشق میرزه ریاکشن تو چیه؟ گریه بکنه چیزی رو بخواد و تو نخواهی که بسش انجام بدی؟ نمیکنه. اصلا گریه، خیلی گریه این نیست. بهتر گریه این نیست. خب به خودم رفته. خب درخواستاشو چی کار میکنه؟ میخواد میگیره به زور. یعنی تو ممکنه که مخالفت هم بکنی؟ اصولا که من مخالفت نمیکنم. پس همینه آخه، چیزای خاصی نمیخواد، چیز خیلی عاقله، میدونه که چی خوب نیست چی خوبه، کمتر میشه که به خواسته های اشتباه داشته باشه، خواسته های کودکانه است. بهترین و بدترین سن واسه بچه ها 2 سال خورده ای، 3 سال تا 7 سال، سالای طلایی بهش میگن. بله، توی این سن شخصیتشون شکل میگیره، اینا بقیهش تکمیل کردن اون شخصیت هست. هر جوری با بچه تون رفتار کنین همون جوری میشه. اولین باری که ساتیا رو بغل کردی بهش چی گفتی و قلب چی میگذشت؟ براش خوندم همون دقیقه اول. چی خوندی؟ لالایی کن بابا چشماش فیداره، اینو خوندم ازش. به به، تو بیمارستان؟ آره تو بیمارستان. عشق تم اتبالت بازم اونجا هم گره نکردی از خوشحالی؟ ببین من نه، دارم شلوغ بود، من کلن دوست ندارم، شادیامو دوست دارم با بقیه تقسیم کنم، ناراحتیام هم دارم، سنگ صبورایی رو که باشون حرف میزنم و در دل میکنم و غور میزنم بهشون، ولی زندگی به هم یاد داده که قدتر و مغرورتر از این باشم که چیزی بتونه باعث بشه که من جلو بقیه خودم رو خورد کنم با گریه کردم. من گریه رو خیلی چیز خوبی میدونم، ولی تو خلوت به نظر من یه مرد وقتی توی جمعی گریه میکنه خورد میشه. بله، غرورش حد اول. بعد اول بریم سمت دوران مدرسه. بریم. خب کاراکتر شخصیتی چه شکلی بود تو مدرسه؟ یه پسر توپول. خیلی الان که خیلی لاغری. نه بابا الان لاغر نیست. چرا بابا؟ رو فرم و همیشه توپول انقلب. عشق کوکاکولا و پفک.
روزی 4 تا از این قوطی پپسی قوطی ها و کوکاکولای قوطی می‌خورد. نه بابا. آره. پولم ما می‌گرفتی می‌رفتی می‌خوردی. آره خیلی چکم بودم. بعد شیطون عشق فوتبال، بعد وزنم هم زیاد بود ولی خوب فوتبال بازی می‌کردم، مثلا برگردون می‌زدم، قیچی می‌زدم با اون توپادی. آره. از رو آسفالت فکر کن. آره. عقلو ببین آخه. خوب بود. دوران مدرسه دوران همیشه جذابیه، ازش همیشه فرار میکنی از ناظم مدیر. من مامانم هفته ای فکر کنم 4 روز 5 روز مدرسه بود. آره دیگه چیز شده بود. بوتک بوتک میزدی بچه ها رو؟ نه نه اصلا یه تیم بودیم. شرارت. یه بار یه دونه از این سیگارت ها از پنجره حیات فکر کنم 20 نفر انداختن. خب آره. ترکید صدا داد، همه هم حال کرد، خیلی حال کرد. شانس من انداختم افتاد تو جیب ناظممون، جیب کت ناظممون. علی خب دوران خوبیه واقعا. روزی هفته 4-5 بار مامان میومد. واقعا هفته 3 بار دیگه کم کم 3 بار میومد. وقت میکرد اصلا درس بخونی همش پشت در بود که احتمالا. آره دیگه اصلا اون کلا قرمزی یه اولین شروع فیلمش بود که کلا قرمزی بغل در واسطه بود. دقیقا هر کی از فامیل میدید میگفت این اماده. چه باوزه. پس تو خونه هم تو همه شیطون تر بودی؟ نه من از همه شیطون تر نبودم، حمید از همه شیطون تر. آره الان ولی خیلی آرومه. آره دیگه الان یه آروم شد. بعد آهنگ همه چی آرومه. آرومه آروم شد دیگه. آره. ولی غیر قابل کنترل بودی. آره دیگه شیطنت زیاد میکردیم. مثلا تو کلاس میخوندم. آره آهنگای مثلا امراه میخوندم. جستش هم میگرفتی؟ آره دیگه. مثلا خواننده یه چیز بودم، تواشی مدرسه بودم و گروه سرود، مثلا سولیست گروه سرود بودم و تکخان بودم. پس تو خونت بود؟ من پدرم هم خواننده بوده. خب ما ارسی کار خوانندگی رو انجام دادیم و خب بله. بعدش دیگه هر کدوم به نحوی کلاس رفت. کلن اصلا بچگی کردی؟ کلن بهت خوش گذشت؟ توی یه دوره ای آره دیگه، توی یه دوره ای که آخه میدونی به نظر من بهترین دوران بچگی کردن تو دوران مدرسه دبستان و راهنماییه. بله. تو دبیرستان تو زندگی تغییر میکنه، یعنی حالا یه سری هم کار میکنن، هم مثلا من هم کار میکردم هم درس میخوندم. آره چی کار میکردی ما؟ یعنی از چند سالگی مجبور شدی کار بکنیم؟ اولا که نمیدونم واژه درستی یا نه، مجبور شدی یا دلت خواست؟ ببین کسی مجبورم نکرد، ولی دوست داشتم که رو پای خودم، به خاطر اینکه یه باری از دوش خانواده برم، دوش خانواده کم کنم و اینکه حمید و علی دیگه مجبور نباشن حداقل خرج منو بدن. اون غرورم بود، دوست داشتم که زودتر رو پای خودم باشم که بگم مثلا منم دارم کار میکنم کمتر به من گیر بدین یا مثلا. آره چپ نگاه نکنین. آره دیگه. خب بعد چند سالگی اتفاق افتاد؟ 17 سالم بود. خب تو 17 سالت بود، یعنی رفته بودی دبیرستان. آره. و اولین کاری که کردی پوشاک. آها. کارمند ساده، کارمند که الان توش نمیشه بهش گفت، شد فروشنده دیگه، فروشنده ساده فروشگاهی توی فردوسی شدم. بعد پس حداقل کاری هم داشتی میکردی که خودت هم دوستش داشتی دیگه، لباس و اینا رو فسد. آره بعدم نمیومد، ولی خب شغلی هم بود که احساس میکردم توش آتیه داره دیگه. بعدش هم چون واقعا اون زمان موسیقی شغلی نبود که درآمد داشته باشه. بله. به این فکر کنی که اگه یه روزی خواننده میشی پولدار بشی درآمد داره. بله. ما تا همین 7-8 سال پیشم بچه ها یه اجرا کنسرت میرفتن با استشاد محلی، بعد یه سال پولشون رو میگرفتن از کمک شورای شهر و یعنی اصلا قابل مقایسه با الان نیست. برای همینم هم نمیتونستم روی این موضوع حساب بکنم که آینده این کار هنری چیه. برای همین فکر میکردم که پوشاک کار خوبیه دیگه. پوشاک هم تو اون دوره دوران طلاییش بود، داشت راه میافتاد. بله. تازه مردم ما به پوشاک داشتن اهمیت میدادن، یعنی شروع شده بود اون بیس لباس پوشیدن و لباس پوشی و لباس بازی و پاتوق رفتن و مد شدن و لباسای خوب پوشیدم. برای همین بله. فروشگاه پوشک رونق پیدا کرده بودم. پس تو بعد اومدم بازار قائم.
اوه چه پیش رفتی از فردوسی تا تجریش. آره اومدم بازار قائم. خونه کجا بود اون موقع؟ اون موقع خونه ولنجک بود. ولنجک خب پس نزدیکتر بوده بود. آره دیگه قائم برام بهتر بود. بعد دیگه بازار قائم و بعد از یه مدت خودم مغازه دار شدم. آفرین. بعد اول شریک شدیم و بعد خودم صاحب مغازه شدم. و کجا مغازه گرفتی؟ هم قائم هم یه دو تا شعبه توی مشهد رفتم افتتاح کردم. آفرین دیگه شدی دیگه یه تنه. آره یه پوشاک فروش خوب. خب بعد تو مغازه دار شدی؟ آره پوشاک فروش خیلی دوست دارم. واقعا دوست دارم، یعنی این کارو میکنم، یعنی به رویاتت هم میخوره. ببین بلدم خیلی کارشو، خیلی توش مدعی ام که بلدم کارشو، چون خیلی کار تخصصیه. بله. و الان مثلا من میرم تو بعضی وقتا میرم تو مرکزه خرید، خودم که خیلی ساله اصلا لباس از اینجا نخریدم، ولی از کشورهای همین اطراف مثلا دبی و ترکیه میرم. دبی که هرگز نمیرم کلا. چرا نمیرم؟ نمیرم. من از عربا بدت میاد؟ از عربا بدم نمیاد، از این دوستان شیخ نشین امارات و عربستان سعودی. اینا ما تو ایران هم عرب داریم، خیلی هم دوست داشتنی هم. آره اونا که واقعا آدم های باحالی هم. بیرم خونگر من خیلی هم تو اهواز کلی عرب دوست داشتنی هم. این تو تالا دبی نرفتی؟ نه نرفتم. با افتخار. فقط به خاطر این با افتخار اعتقادی که داری؟ با افتخار. حج هم احتمالا نمیری دیگه؟ حج و عربستان اونو که هرگز با افتخار نمیرم. شهر میشه بسد اماد؟ نه نمیشه. نه. چرا با افتخار نمیری؟ چون تو اینجا انقدر خونه خدا هست که دورش بگردی، انقدر خونه خدا هست که دورش بگردی تو همین کشور خدا. با افتخار نمیرم، به بقیه هم به خودشون مربوطه، همونجوری که مال منم به خودم مربوطه. این یه حق و ناسه، به کسی مربوط نیست. یعنی دوباره بعدن یه سری روشن فکر نهند زیر این مصاحبه همون کامنت بذارن آی تو خدا رو نمیفرستی یا خدا رو دوست نه. من این حجی که الان داریم میریم و خیلی بیشتر دوست دارم. دمت گرم. اصلا از توی اینستاگرام یه عکس دیدم که یه آدمی این قبض حجش رو پاره کرده بود، اینقدر زیبا بود این عکس. اگه کوالیتیش خوب بود باید به نظر من هر کسی تو خونش قاب میکرد میذاشت که بچه ها و نسل بعدیش ببینه. چرا ما باید بریم آخه پولمونو بدیم به یه سری آدمی که فوشمون میدن بعد و بیرا بهمون میگن؟ همونو میشه اسلحه علیه خودمون. میشه اسلحه علیه خودمون. ببین حمید من نمیرم، بقیه هم که میرم به خودشون مربوطه، برای همشون هم احترام قائلم. بله. حتما یه ایدئولوژی دارم. من مکه رفتن و پولشو دوست دارم بدم به یه آدمی که نیاز داشته باشه یه آدم. چون به نظر من خدا تو قلب همه هست. بله. خدا خونه خاصی نداره. من میتونم برم امام رضا حرم، همونجا خدا رو حس میکنم، هم بنده خدا رو. من میتونم با خندوندن یه بچه تو چشماش خدا رو ببینم، حداقل دیگه تو چشمای بچه ها، که تو چشمای آدم بزرگا شاید خدا رو نشه پیدا کرد به راحتی، تو چشمای بچه ها که میشه پیدا کرد. وقتی که میخنده خنده خدا رو میبینی. حالا به نظر تو یه بچه‌ای که سرطان داره یا یه بچه‌ای که نیازمنده رو تأمینش کنید، خود همون خدا راضی تره، یا اینکه بری یه پولی رو بریزی تو جیب یه سری آدمی که بشه اسلحه بشه داعش بعد بخوام بیاد رو خود مردم مملکت خودمون؟ این اتفاق تلخی که افتاد همینه هفته دقیقا. پیش که همه ایران خوب کرده بودن. آره اصلا تو چی کار میکردی؟ لحظه رو میدیدی مجلس و ببین من یه ذره دیر فهمیدم، من مسافرت بودم. آها دبی بودی دیدی سری. خب پس تو اون مراحل و اون روز حمله تروریستی به تهران شما سفر بودی و انزلی بودی؟ انزلی بودی. بعد برگشتین و اون شوک شدم. نه توی اینستاگرام و اینا، توی کانال آخرین خبر و این چیزا دیدم، فکر می‌کردم چیزی مثلا واقعی نیست، ما یه کشور دیگه است. شوک شدم بابا. خیلی بعد خیلی صحنه بدی بود. حالا فکر می‌کنی اگه جنگ بشه خب بین ایران و عربستان که این روزا بحثش هم داغه؟ آها آدم اگه اصلا از جرأت
ایشالله که آره. نه این کودکان هست. تو پس پیشبینی سیاسی اینه که جنگ نمیشه. اصلا یه چیز خنده داره مثل چیز میمونه، مثل این میمونه که مثلا یه بچه که مشکل مثلا اتون یه آدمی که مشکل معلولیت داره میگه من مثلا محمد علی کلهی زدم عربستان هم قضیه هم بچه اون آدم معلولیت داره. تو فقط میگی که اینا بلوف میزنن. آخه اصلا چیزه این این لیول ها نیست، اصلا به ما نمیخوره. خب ما خیلی از بحث خودمون دور نشیم. تو رفتی دو سه تا شعبه هم زدین و آره. این دیگه داشتی آقایی میکردی. آره دیگه خیلی خوب شده. چند تا کار من داشتی؟ داشتیم یه شیش هفتایی فکرم. تک بودی یا شریک هم داشتی؟ توی یه دوره ای تک بودم، توی یه دوره شریک داشتم. خب بعد چی شد کلن غیرشو زدی؟ خوانندگی توی یه جایی پررنگتر شد برام و اینکه موسیقی تو ایران یه شرایطش تغییر کرد. دیدی شرایط الان اوکی تر شده. آره دیگه، خب موسیقی هم عشق اوله بوده دیگه، کارش نمیشه. بعد پوشاکم افت کرد. آره دست زیاد شد. دست زیاد شد، خیلی زیاد شد. ببین الان همینجا که واسه این چند تا مغازه بوتیک بله. اون برای خیابون، حالا اینجا فکر کنم راستی اصلا بوتیک داره لباسه، ولی خیلی شرایط تغییر کرد. ولی خب الان دوباره بهتر شده. یه سری ها که یه سری ها یه پولای کاذبی رو داشتن اومدن تموم شد، پولای ورشکست شدن جمع کردن رفت. الان اونایی که موندن الک شده ترن، یه سری هم جدید اومدن که اونام قرار پولاشون تموم شه برن. آه پس تو ضرر کردی یعنی؟ نه من ضرر نکردم، هیچ وقت پوشک ضرر نکردم. ولی یهو تصمیم گرفتی که بری سراغ خوانندگی. خوانندگیه که خب من از سال 80 انجام میدم، 80 جزیره کیش میخوندم. بله کجای کیش میخوندی؟ تو کشتی؟ مختلف، نه جاهای مختلف تو زمانهای مختلف، چون دو سال بوده دیگه، قرار دادی بوده دیگه، مثلا سه ماه با اینجا سه ماه با اونجا. سال 80 خیلی کنسرت نبود اصلا. بله و دو سال کیش زندگی میکردی؟ یک سال و یا نه ماه ده ماه. درآمدش بهتر از بوتیکه بود؟ از بوتیک فروشنده یا بوتیک صاحب مغازه؟ بوتیک صاحب مغازه. پشیمون نیستی؟ اساسا من کلن به جز یه سری از رفاقت هایی که کردم با یه سری از دادم از هیچ چیز دیگه پشیمون نیستم. با کیا مثلا؟ دیگه نه حالا اسم که نیبریم، چه ضربایی من بهت زدن؟ دیگه ضربه روحی به نظر من بدترین چیزه. وقتی تو به یه سری آدمایی کمک میکنی، آدمایی که اصلا مثلا تا دیروز سر خیابون هم نمیشناختنشون، یه شرایطشون رو تغییر میدی. بله. یا در کنار یه سری آدم موفق میشن، حالا میتونه موفق باشن میتونه واقعا پتانسیل موفقیت رو داشته باشن، ولی در صورت تو یه چاشنی بودی براشون. بله. یا اینکه آدمایی که بهشون دوستی که باهاشون دوستی کردی، رابطه خوبی داشتی، ارتباط خوبی داشتی باهاشون و همیشه فکر می‌کردی که آدمای موندگاری ان توی زندگی، و دیدی که نه این دوامه تا زمانی بود که شرایط تو بهشون می‌خورد و به دردشون می‌خورد. و خانومت هرس نمی‌خوره از دست سادگی؟ اصلا آدم ساده‌ای نیستم. آها اصلا تو زندگی آدم ساده‌ای نبودم. درست. و همیشه هم از آدم هایی ضربه خوردم که روز اول می دونستم ضربه می خورم، خودم رو گول زدم به خاطر شرایط. ولی آدمی هم که تنهایی رو دوست ندارم، یعنی همیشه دوست داشتم تا چند وقت پیش که دورم شلوغ باشه، ولی الان دوست دارم خیلی خلوت باشه. الان چی رو از دست بدی خیلی حالت بد میشه؟ خیلی سوال سختی همین، نمیتونم بگی، یعنی واقعا یکی نیست، یه دونه چیز مهم ندارم. اصولا من به همه چیزایی که دارم علاقه دارم، چون چیزایی که دوست ندارم و برای خودم نگه نمیدارم. بعد ولی خیلی چیز آخه خیلیش معنویه، خیلیش مادیه، یعنی کلن دوست هر چیزی از دست بدی. سعی میکنم چیزی رو از دست ندارم دیگه. حالا بالاخره من خیلی هم انتقاد به عشق اول داری تو، به خاطر خوانندگیت میگم و گفتی من عشق اول اعتقاد.
حالا گفتی عشق اولم بود بعد میرفتم به روح بیشتر اعتماد دارم. نه نه واقعا اینجوری نیست. آدم ها تو زمان های مختلف شخصیت رفتاریشون هم اگه تغییر پیدا نکنه تفکراتیشون خیلی تغییر میکنه. آره میدونی میخواستم راجبه چی بپرسم؟ خدا بپرسم. نه 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 راجبه این که تو موقع که مثلا تو مغازه کار میکردی مثلا فروشنده بودی و اینا از این کسایی که خریدار بودن و مشتری بودن عاشق کسی نشده بودی خوشت بیاد؟ نه علکی نگو. نه واقعا نشده بودم هیشگی؟ آخه اونا هم به تو گیره هده بودن پسر خوشتیب به بال جذاب. ببین یه چیز عادی بوده خیلی فکر نمی کنم توش اتفاق خود شده. پسر شیطونی بودم. آها شیطون بود. هیچی دیگه مردم فهمیدن شیطون بود. ولی شیطون خوبه نه شیطون بد. شیطون خوب یعنی چی؟ شیطون خوب یعنی شیطونی که به یه سری چیزا معتقده. آها باید رو زیر پا نمیذاره.